بینندگان عزیز من معین افنانی هستم و برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم میهمان عزیز امروز ما آقای مازیار بهاری هستند و بیشک بسیاری از شما عزیزان با چهره ایشان آشنا هستید ایشان خبرنگار فیلمساز فیلم مستند میسازند و در واقع در زمینه های مختلف اجتماعی جمله مسائل مربوط به حقوق بشر فعالیت میکنند از دعوت کردیم که درباره دو فیلمی که اخیرا ساختند یکی به اسم بهای تبعیض و دیگری به نام دیار را تغییر دهیم دیوار به دیوار با هم گفتگوی داشته باشیم و این در واقع دو فیلمی که ایشان ساختند یکی درباره کشور افریقای جنوبی هست و اینکه چطور در اونجا تبعیضاتی وجود داشته این تبعیضات البته جنبه نژادی داشته ایشان یک مثالی میزنن و مقایسه میکنند درباره وضع اون جامعه با وضعی که بهاییان در ایران دارند که چطور این تبعیض هر دو یک بهایی داره یک خسارتی برای جامعه داره این خسارت به چه نحوی خودش رو ظاهر میکنه و فیلم دومیشان در مورد یه پروژه هستش که در کشورهای مختلفیشون انجام دادن از طریق هنری و از طریق نقاشی هایی که روی دیوارها میکنن که به انگلیسی بهش میگیم میورال گفتگوی خیلی زیبایی خواهیم داشت با ایشان از شما دعوت میکنم که به این برنامه توجه بکنید خیلی ممنونم که باز دعوت ما را قبول کردید و ما ملحق شدید بیشک بینندگان ما با شما آشنا هستن و فکر میکنم احتیاجی به معرفی شما نیست خیلی خوش آمدید خیلی ممنون که من دعوت کردید خواهش می‌کنم و به بیننده‌های عزیزم سلام عرض می‌کنم بینندگان عزیز موضوع صحبت ما با آقای بهاری درباره دو فیلم هست که شما ساختید حالا نمی‌دونم در مورد این دو فیلم کدوم رو می‌خواید اول صحبت بکنید یکی فیلمی هستش که به فارسی اسمش رو گذاشتید بهای تبعیض و دیگری دنیا را تغییر دهیم دیوار به دیوار من میدونم که خیلی بینندگان عزیز با شما با فعالیت های شما زندگی شما یا قسمتی از زندگی شما در ایران آشنا هستن ولی برای اون دوستانی که شاید کمتر آشنایی دارن میخواستم از شما خواهش بکنم یه توضیح مختصری بدید قبل اینکه به این فیلم ها بپردازیم که شما در چه زمینه های حقوق بشر فعالیت میکنید برای اینکه خب در مورد حقوق اقلیت ها که من دم صحبت میکنید ولی آشنایی کمی که با وبسایت شما دارم و مطالب مختلفی که حالا حضوری یا در مورد شما شنیدم با قش های مختلف رو دیدم شما حقوق قش های مختلف رو هم در نظر دارید اگر میشه یه توضیح اول بفهمید بعد برسیم به این موضوع دو فیلم من کلا فیلمساز، فیلم, فیلم مستندساز و خبرنگار هستم بلد. و الان حدود 24 5 سال باید باشه که هم به کار در کار فیلم هستم و هم خبرنگاری میکنم بلد. قبلا یعنی قبل از سال 2009 که جنبش سبز پیش اومد و من دستگیر شدم و غیره معمولا تنها کار میکردم یعنی من برای مجله نیوزویک و رسانه های دیگه می نوشتم و خودم شخصا هم فیلم برداری میکردم و هم منتاج میکردم برای رسانه های مختلف بازم از جمله BBC، چنل فورد توی انگلستان، HBO توی آمریکا و جای دیگه. بعد از 2009 و مشکلاتی که بر حال پیش اومد زندان و اینای که اومدم بیرون. همزمان با اون یه سری انقلاب های تکنولوژی هم پیش اومد انقلاب دیجیتالی پیش اومد و بکردم که بهتره که من یک رسانه داشته باشم یعنی یک نه اینکه متعلق به خودم باشه ولی کارهامو در یک رسانه ارائه بکنم که دوستان دیگر هم بتونن اونجا کار کنن و در ضمن بتونیم بخشی از این انقلاب رسانه‌ای و انقلاب در حقیقت دیجیتالی باشیم اه. و وبسایت ایران وایر رو ما سال 2013 شروع کردیم و تا الان داره به فعالیتش ادامه میده و مثل اینکه در داخل ایران هم با اقبال مواجه شده و در کنار اون کارهای دیگر هم انجام میدیم اینکه فعالیت حقوق بشری داشته باشم من هیچ وقت فکر نمیکردم که تو زندگیم اکتیویست بشم های. به قول معروف یعنی یک کنشگر های. بشم من فکر می که که من فیلمساز باید باشم یا خبرنگار و خیلی بیطرفانه به مسائل نگاه کنم اما بعد از مسائل بازم زندان و اون تجربه ای که داشتم و کمپین بی‌نظیری که دوستای من همکاران من و حتی کسایی که من نمیشناختمشون برای من درست کردن در سراسر سر دنیا که بالاخره به آزادی من منجر شد من احساس کردم که من یک دینی دارم که باید این دین رو ادا بکنم و یک سری فعالیت های حقوق بشری باید انجام بدم و با توجه به اینکه آدم هر چقدر هم که سنش بالاتر میره متوجه میشه که زمان محدودتری هم داره برای زندگی فکر میکنی که چجوری میتونی انرژی تو صرف کنی که بتونی تاثیر بیشتری بذاری بنابراین من روی دو تا مسئله حقوق بشری سعی کردم که در این چند سال اخیر متمرکز بشم یکی مسئله خبرنگاران و همکاران منه که من این شانس رو داشتم که من برای یک رسانه بینالمللی کار میکردم یک رسانه قوی بینالمللی نیوز که متعلق به شرکت قویتر واشنگتن پست بودش، و اینا تونستن وکلای رو استخدام بکنن، تونستن ارتباطات ایجاد بکنن که بتونن برای من تبلیغ کنن. اه. اما بسیاری از همکاران من، هم دوستان من در ایران این شانس رو ندارن و من فکر کردم که من باید این دین رو ادا بکنم و یک کمپینی برای اونا داشته باشیم که کمپین خبرنگاری جرم نیست هستش که هم وبسایت خبرنگاری جرم نیست جرنالیزم از نات هست که مطالبش توی جاهای مختلف از جمله ایران بایر منعکس بشه و همین که ما یه سری وکلایی داریم که خبرنگاران خانواده موقعی که دستگیر میشن زندانی میشن اموالشون مصادره میشه میتونن به اون کمپین وبسایت مراجعه بکنن با کلمه ما مراجعه بکنن و مشاوره های حقوقی بگیرن و دیگر مسئله ای که من فکر کردم باید بکنم مسئله جامعه بهای در ایران که به نظر من مسئله جامعه بهای در ایران یک مسئله کلیدی هستش یعنی یک مسئله ای که اگر اینو ما بتونیم در ایران حل بکنیم اگر یک حکومتی در ایران داشته باشیم مثل قبل از انقلاب که نه اینکه حالا بیاد به اون اونجور آزادی بده که مثلا در کشورهای دموکراتیک حتی دارن ولی تا حدی بتونه جامعه بهایی رو با مسالمت با زندگی بکنه مردم بهایی ها رو بی خودی دستگیر نکنه اجازه بده که بچه های بهایی راحت درس بخونن برن دانشگاه بهایی بتونن کار خودشون رو داشته باشن به خاطر اینکه مراسمشون رو توی مثلا مواقع مذهبی میخوان تعطیل بکنن مغازه هاشون بسته نشه بیزنس هاشون بسته نشه اگر ما همچین حکومتی در این داشته باشیم اگر مردم به این آگاهی برسن که بتونن روی حکومت فشار بیارن روی مقامات حکومتی فشار بیارن که این آزادی رو بدن به نظر من ما یکی قدم که هیچ صد قدم پیشرفت کردیم به خاطر اینکه اگر همچین اتفاقی در ایران بیفته این مشخص میکنه که یک حکومت منطقی یک حکومت اقلانی در ایران حاکمه که بی جهت یک سری رو اذیت نمیکنه یک عده افرادی که بسیاریشون فریخته هستن یعنی شما وقتی که موفقیت جامعه بهایان ایرانی در خارج از کشور رو نگاه میکنید افرادی مثل خود شما افراد دوستان شما که در آمریکا در کشورهای دیگه بسیار موفق هستند و دوست دارن برگردن ایران و به کشور خودشون خدمت بکنن واقعا شما ناراحت میشید یعنی یه جوری هستش که برای کشور ناراحت میشید نه اینکه برای اون افراد ناراحت باشید به هر حال اون افراد زجر میبرن ولی توی زندگی یک کشور جدید رو انتخاب کردن و دارن زندگیشون میکنن ولی مردمی که توی ایران هستن از خدماتی که دکترای بهایی دارن میتونن بهشون ارائه بدن محروم میشن از خدماتی که مهندسای بهایی میتونن بهشون ارائه بدن محروم میشن از کمک هایی که بهایی ها میتونن به جامعه ایران ارائه بدن محروم میشن و به خاطر همین بودش که ما فیلم بهای تبعیض رو هم ساخته حالا این دو فیلمی که شما ساخته دارم کدوم رو اول میخواید شروع بکنید ترجیح میدید راجع به کدومش اول صحبت کنید میدونم وقت کوتاست و واقعا حق مطلب رو نمیشه در مورد بهای تبعیز صحبت کنید بله. چون در ادامه بله. صحبت ماست بهای تبعیز یه فیلم کوتاه یعنی حدود سی دقیقه فیلم و ما توی سایت ایران بایر منتشرش کردیم و شما میتونید لینک بدید توی برنامه بله. و این فیلم به مقایسه ایران و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی که در سال 1993 منقرض شد میپردازه که چجوری این دو رژیم هر دو گروهی رو مورد تبعیض قرار میدن و چجوری مردم تمام کشور از این تبعیض رنج میبرن به خاطر همین اسم فیلم رو گذاشتیم بهای تبعیض از جوهانسبورگ تا تهران و برای خیلی شاید این بیمعنی باشه همچین مقایسه ای اما ما کاری که کردیم اینه که خبرنگار ما آرش عزیزی رفتش آفریقای جنوبی و با یک سری ایرانی بهایی اونجا آشنا شد از جمله دکتر ایرج آبدیان که یکی از های برجسته آفریقای جنوبیه یعنی نه تنها آ... ایرانیایی که اونجا هستن قبولش دارن بلکه بعد از سقوط آپارتاید با نلسون ماندلا کار کرد با تابو امبکی کار کرد و الان هم شرکت های بزرگ آفریقایی به مشاوره ایشون نیاز دارن و آقای دکتر آبدیان یه بهایی هستش که به خاطر تبعیض از ایران خارج شد و ما تونستیم که از طریق ایشون و از طریق مصاحبه هایی که با هم بهایی که تو آفریقای جنوبی هستن ایرانیایی بهایی که تو آفریقای جنوبی هستن و هم غیر بهایی هایی که در آفریقای جنوبی هستن سیاه پوستان یا حتی رنگین پوستانی که در آفریقای جنوبی هستن چون میدونید که توی آفریقای جنوبی فقط تبعیض علیه سیاه پوستان نبود بلکه هر کس که یک مقدار چهرش تیره تر بود بهش میگفتن رنگین پوست کالرد بله. و اونا هم مورد تبعیض قرار می گرفتن و تونستیم از این طریق مقایسه بکنیم من فکر می کنم که فیلم تا حدی زیادی تأثیر گذار شده به خاطر اینه که این دو تبعیض واقعا کل مردم جامعه رو رنج میدن نه فقط سیاه های آفریقای جنوبی و رنگین پوستان آفریقای جنوبی بلکه سفید ها هم از خدماتی که سیاه ها و رنگین پوستان میتونستن در آفریقای جنوبی انجام بدن محروم میشدن و متاسفانه در آفریقای جنوبی دوران آپارتاید که از سال 1948 به طور رسمی شروع شد ولی قبلم به هر حال یک آپارتاید غیر رسمی بودش تاثیر درازمدتی گذاشت که چندین نسل باید بگذره که این اه... کشور آفریقای جنوبی بتونه کشور معمولی بشه در حقیقت و بتونه یک ثباتی رو پیدا بکنه اتفاقا این رو من خوب میشناسم دکتر در یک کنفرانس بین الادیان اینترفیت کانفرنس در شهر لاکنا در هند بودیم که دعوت کرده بودن اتفاقا ایشون اونجا بود من قبلا هم ایشون میشناختم هم که مدیر بسیار انسان فرهیخته و بسیار متواضع خیلی اه انسان نازنینی نیست امیدوارم که شما بتونید با ایشون مصاحبه کنید در برنامه‌هاتون و وقتی که ما خدماتی که دکتر رابدیان داره به کشور آفریقای جنوبی رو مقایسه میکنیم بره بره. با خدماتی که میتونه به ایران, ایران <applause> بکنه بره. واقعا میبینیم که ایران و ایرانی داره از چی رنج میبره از این بهای تبعیض داره میپردازه و چیز جالبی که در مورد دکتر رابدیان هستش اینه که دولت ایران ایشون رو دعوت کردن گفتن که شما میتونید بیاید به عنوان مشاور اقتصادی با ما کار کنید ایشون گفتن بله من میتونم بیام فقط شما ما باید قبول کنید که من باهایی هستم بره. و من نمیتونم باهایی بودنم و انکار کنم اینا گفتن که خب حالا ما بریم یه ذره فکر کنیم برگردیم بردنمش. و فعلا رفتن گل بچینن به فیلم دوم شما دنیا را تغییر دهیم دیوار به دیوار این از کجا شروع شد و شد؟ ببینید ما یک کمپین رو شروع کردیم به اسم کمپین آموزش جرم نیست و این کمپینی بودش که بعد از ساختن فیلم شمعی روشن کن که من در سال 2013 این فیلم رو ساختم شروع کردیم که ما فیلم رو در سراسر سر جهان نشون دادیم و استقبال خوبی از فیلم شد و بعد فکر کردیم که باید یک فیلم ساختن به هر حال یک برد محدودی داره و باید بیام یک کمپینی داشته باشیم که بتونیم تأثیر بیشتر تأثیر گذار بشیم و با توجه به اینکه به هر حال مشکلات زیادی در دنیا هستش با توجه به اینکه شما برای اینکه شناخته بشید برای اینکه مردم کارتون رو ببینن باید یه کار متفاوتی انجام بدید فکر کردیم که چه کاری بتونیم بکنیم که هم بتونیم پیاممون رو برسونیم و همین که از های دیگه تا حدی متمایز بشیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر ما بیایم نقاشی های خیابونی که یکی از شاید بگیم قدیمی ترین هنرهایی هستش که در جهان وجود داره یعنی سابقش برمیگرده به انسانهای اولیه که در قارها نقاشی میکشیدن رو با تکنولوژی جدید مخلوط بکنیم با ویدیو با شبکه های اجتماعی مخلوط بکنیم میتونیم یک نتیجه جذاب و جدیدی داشته باشیم به خاطر همین ما شروع کردیم به کار کردن با یک سری نقاش خوب در سراسر سر دنیا از استرالیا گرفته تا برزیل تا هند تا انگلستان تا خود آمریکا و کانادا با این نقاشا کار کردیم که همشون مثل خودم من بهایی نیستن هیچ کدومشون بهایی نیستن و این چیزی که برای ما جذاب بود این بودش که در این تبادل نظر که در ساختن نقاشی ها اتفاق میفته در تهیه نقاشی ها اتفاق میفته و تهیه فیلم بعدا اتفاق میفته چند لایه گفتمان به وجود میاد که گفتمان در حقیقت شرط اولیه هر تغییری هستش گفتمان اولی بین ما و این نقاش هاست یعنی نقاش هایی که همونجور که گفتن بهایی نیستند و هیچ چیزی در مورد بهاییان شد ندونن هیچ کدومشون و این صحبتی که ما با نقاش ها میکنیم نقاشا دارن توی خیابون این نقاشی ها رو میکشن مردمی که دارن رد میشن از کنار این نقاشا براشون جذابه و میپرسن که این چیه که داری میکشی این دیالوگ بین نقاشا و مردم ایجاد میشه و ما همه این پروسه رو در حقیقت ضبط میکنیم و اینو در شبکه های اجتماعی در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، جای دیگه و وبسایت که داریم notacrime.me میذاریم و در اونجا منتشر میشه و دیالوگی بین نقاش ما و مردم در سراسر سر دنیا بخش میشه و در زم کاری که میکنیم یه کار هنری هستش یعنی این یه جورایی شکست این تبعیض است که بر علیه جوانان بهایی در ایران اعمال میشه که ما داریم در مورد یک چیزی یک حکومتی که مخالف خلاقیت، مخالف دانش، مخالف هنر هست از طریق خلاقیت، هنر و دانش اطلاع رسانی میکنیم و این کمپین ما سال 2014 شروع کردیم و یک سری نقاشی به وجود اومد و بعدش فکر کردیم که خیلی جالب میشه اگر ما بیایم متحدین جدیدی برای این کاری که داریم میکنیم داشته باشیم و کمپین رو متمرکز کردیم در محله هارلم که همونطور که همه میشناسند محله هارلم یکی از مراکز سیاهای آمریکا هستش و به این دلیل ما هارلم رو انتخاب کردیم که فکر کردیم ای که سیاهای آمریکا دارن در آمریکا خیلی شبیه تجربه بهاییان ایران هستش یعنی اونها هم حق تحصیل نداشتن به طور رسمی از طریق حکومت ها از طریق حکومت های مختلف در آمریکا مورد تبعیض قرار می گرفتن و تونستن حقشون رو تا حد زیادی هنوز صد درصد حقشون رو نگرفتن تا حقشون رو تا حد زیادی از طریق مبارزه مسالمت آمیز بگیرن و ما پارسال که شروع کردیم به این کمپین در هارلم با استقبال زیادی مواجه شد یعنی عده عد yup. زیادی شاید بگم هزاران آفریقایی آمریکایی به قول معروف افریکن امریکنز یا سیاه آمریکا که هیچی راجع به ایران نمیدونستن هیچی راجع به بهاییان نمیدونستن هیچی راجع به دیانت بهایی نمیدونستن تبعیض علیه بهاییان نمیدونستن آگاه شدن به این مسئله و جزئی از این کمپین شدن خیلی جالب هست برای اینکه همطور که شما فرمودید این مسئله تعصب نژادی خب در تجربه امریکا و تاریخ امریکا مسئله خیلی حادی بوده و هنوز هم کماکان ادامه داره اگرچه پیشرفت های فراوانی صورت گرفته اما هم ها. کماکان این مسئله است که ادامه داره و احتیاج به زمان داره و واقعا یک نوع تربیت و دید خاص نس... دیگری نسبت به قضیه اما این مسئله هم از طرف قدرتمندان حالا قدرتمندان چه مفهوم سیاسیش در نظر بریم چه مفهوم این مسئله که کمپینی که در واقع شما شروع کردید مسئله تبعیض درباره هایان ایران به خصوص جوان که نمیتونن دانشگاه برن و درس بخونن هم از نقطه نظر از طرف قدرتمندان مورد تایید واقع شده هم از طرف شاید محروم ترین قشر جامعه امریکایی سمبولی که شما اختیار کردید انتخاب کردید در واقع در هارلم که آمدن و در مورد صحبت کردن نمیدونم آیا شما کسانی در, مورد در این مورد به شما اظهار نظر کردن مطلبی گفتن یا نه ولی من دو سه نفر رو این مطلب رو این مقایسه رو خودشون بدونن که سوالی بکنم خودشون مطرح کردن که این ده. شاید جالبه که این مطلب از طرف همه گروه ها آت ما قبلا دیده بودیم که وقتی که مثلا یک لایحه ای به حکومت امریکا برده میشه در ارتباط با جامعه بهایی این باعث اتحاد هر دو حزب سیاسی شده تنها چیزی هستش به نظر میرسه که اتحاد ایجاد کرده بین این دو قشر سیاسی مختلف و این نکته هم من دیدم که دو نفر به من اینو مطرح کردن که جالبه که از بسیار از طرف زعفا و, و اقویات قدرتمندان و زعفا از هر دو طرف نمیدونم شما این مطلب بله این خیلی جالبه و یک مسئله دیگه ای هم که برای خیلی از امریکایی ها جالبه اینه که حکومت ایران سال هاست که خودشو در حقیقت اولا امولقرای مسلمین جهان میتونه و در ضمن حامی مستضعفین سراسر جهان و همونطور که یادتونه بعد از انقلاب هم یه کنفرانسی گذاشته بودن و یک سری افراد از جامعه سیاپوسان آمریکا دعوت کرده بودن فیلم های مختلف نشون میدادن در مورد تبعیض علیه و پوستان آمریکا به هم موقع داشتن به هایا رو زندان می‌کردن شکنجه می‌کردن اعدام می‌کردن و تعداد زیادی رو حالا فقط به هایا نبودن افراد زیادی در, ایران اعدام شدن و از طرف حکومت و ما فکر کردیم که این هم جالبه که ما بیایم با یک سری افرادی در آمریکا که حکومت ایران تظاهر میکنه که برای اینا دل میسوزونه یعنی در حقیقت برای اینا اشک تش... تمساه داره میریزه با اینا بیایم کار بکنیم و یک جورایی این طرف دیالوگو عوض بکنیم که به سیاپوسای آمریکایی بگیم نه تنها حکومت ایران طرفدار شما نیست بلکه از طرفداری شما داره سو استفاده میکنه و همون کاری رو در مورد یک سری افرادی که در کشور خودش هستند داره انجام میده که بعضی از سفید های آمریکایی در مورد شما انجام میدودن و یکی از دلایل اقبال کمپین در هارلم هم به همین دلیل بود حالا خیلی سپاسگزارم از شما و ما این لینک این فیلم های شما را ارائه کردیم بینندگان عزیز خواهندید و که بتونن در ایران این رو ببینند و باعث بیشتر هم تو که شما در ابتدای برنامه‌سازم اشاره کردید باعث آگاهی بیشتر مردم بشه. پتون آرزوی موفقیت بیشتر ممنون. میکنم و امیدوارم مرسی. که در آینده بتونیم خدمت شما باشیم و از فیلم‌های جدیدی که خواهید ساخت و پروژه های جدیدتون در موردش صحبت بکنیم. لطفاً خیلی ممنون خیلی. مرسی. بینندگان عزیز بار دیگر از اینکه با مهر فراوان به برنامه امروز ما توجه فرمودی سپاس گذاری میکنم همونطور که ملاحظه کردید مطالبی که آقای بحاری بیان کردن بسیار شیوا و جالب هست و مطمئن هستم که شما همچون من خیلی مشتاق هستید که بلا فاصله در اولین فرصت به این تارنما به این وبسایتی که ایشون ما رو ارجاع دادن مراجعه بکنید و این دو فیلم زیبا رو ببینید یکی به نام بهای تبیز که درباره در, باره در زندگی و فعالیت های دکتر ایرج آبدیان هست یک اقتصاددان بسیار مشهور در قاره افریقا تا می توان گفت که بسیار از کشورهای افریقایی مایل هستند از مطالعات ایشون از تخصص ایشون بهره ببرند و این فرد بهای ایرانی که مجبور شده ایران رو ترک بکنه میتوانش چقدر به زیبایی و خوبی این خدمات رو به کشور عیز ایران ارائه بده. این بهای تبعیض هست که ایشون مجبور شده ایران رو ترک بکنه و الان این کارها رو داره در جاهای دیگه بکنه یعنی بهای تبعیض به این مفهوم که این تبعیضی که در ایران صورت گرفته در مورد بهاییان خسارتی است که الان داره به این صورت وارد میشه و از چنین افرادی از صدها و شاید هزاران نفر ایرانی که مجبور به ترک ایران شدند از فعالیت ها و خدمات ایران به کشور عز ایران محروم هست کشور ایران دومی تو که لازم کردی در مورد این برنامه هنری هست که چقدر زیبا در کشورهای مختلف صورت گرفته و مردم از اقشار و سطوح مختلف اجتماع که حتی با ایران و باهای موضوع بهایان با ایران آشنایی نداشتند همین که متوجه میشن چطور یک قشری از جامعه از ادامه تحصیل خودش محروم شده به وسیله مسئولین امور میبینیم که اینها صدای خودشون رو بلند میکنند و خواهان دادخواهی برای بهایان ایران است. در شکی ندارم که شما هم از این برنامه لذت بردید. تا نوبت دیگری که در خدمت شما خواهیم بود، شما رو به خداوند منان می سپارم. جان و روانتان خوش بود.